کی سفید این چهره که روی تصویر نزدیک مشاهده می فرموید. خلیفه مولا رجب که واقعا شایسته هنرنمایی کرده بود در رقابت های بین المللی هم برای تاجیکستان نشان آورده است، نشان طلای او را، نشان نقره او را و خوبی یاد دارم دوستان عزیز از یک فصل از گرند اسلم جودو جهانی و در چنگ اول یا همان جستی اول هیچ اتفاق نافتو در همان جهد اول. اکنون ببینیم در جهد دویم چی میشود. خلیفایف که از ورزشگران گرجستانی شناخت خوبه دارد، ببینیم چی اتفاق میافتد در این رقابت. موقعیت قپیدن از سمت چپ گریبان حریف، ولی ورزشگران گرجی احساس میکنند فوراً که هماورد آنها به هجوم میآید، اجرای اصول علوک معمولی، ولی زیدی حمله رو دیدم چگونه صورت گرفت از سوی ورزشگر گرجستانی. اکنون در جهد نوبتی تلاش برای دریافت و قپیدن موافق یک بار دیگر هم به سمت چپ خلیفایف که ویژگی مهارتش به سمت چپ اجرا کردن اصول های پرتوبی سراپا هست، این حریفان را تا جای سرگیج میکند. اومد تیلای نخستینی تاجیکان و یک پایزنی ساده یک بدن برمغان میارد برای خلیفایف. از این ورزشگر گرجستانی به وجه میآید، احتمال دارد که سبک رقابت هم تغییر یابد. پایزنی ها هم متفاوت می شوند. سمت قپیدن و نظر می رسد خلیفایف در فرم خوب است، اجرای اصول به سمت راست می کند. این هم ویژگی مهارت است، این هم همان خصوصیتی که نه هر ورزشگر به آن قادر هست، یعنی به دو سمت پرتاب کردن اصول ها و کمکاری باعث به آن می شود که یک آگاهی دیگر بگیرد. چیکاییدز نیکو برتری کولن بر سودی پهلوان ما هست. مرحله قپیدن رو خوب شروع میکند و ورودش هم بسیار بمورد هست، یعنی ورود شدن برای همون اجرای اصولی که در مد نظر دارد خلیفایف. و به این ترتیب همون حلوکی معمولی سراپا شروع شوق را برمی‌انگیزد در محل برگزاری، سالن برگزاری مسابقات که امروز واقعا دوشنبه شهر را بار دیگر همچون یک شهری ورزشی معرفی کرده. امروز رقابت هایی که بین المللی هستند در این مجمع باشگاه برگزار می شود و ما اینجا مسابقات گرانپری دوشنبه را مراتبه اول میزبانی خواهیم کرد و یک مراتبه دیگر همان اصول مورد نظر خلیفایف. واقعا با این ترتیب پیشتازی کردن در برابر پهلوانان گرجستانی این هم مهارت هست، استعدادی خوبه هست. و یک پرتاب سر شانه خیلی عالی، اما تو با پایان بردن آن چندان فرصتی خوب هم نبود، ولی آغاز بسیار خوبه کرد در همان جست و خیزی که داشت خلیفایف، در همان پایزنی با بالای گلیم جفت پای ها پرتاب بالای شانه رو با همون شیوه اجرا کردن. اول با زانو نشستن و بعدا اجرای اصول واقعا ماهرانه و این هم حرکات معمولی قپیدن از پس گریبان حریف، این برتری هست و ببینید چگونه میگرزد. ورزشگر گرجستان احساس میکند که اگر به سمت راست هم ورود شود خلیفایف مولا رجب، احتمال دارد که او بازنده شود، اما
با این ترتیب اجرای استوایا حلال بسیار ماهرانه، اما داور میگوید این پهلو هست. از نظر ما حلال بود، خیلی عالی، احسن با چنین استعداد فوق العاده خلیفایف نه تنها در گوشتین جدا بلکه در گوشتین ملی گوشتینگیری هم خیلی خوب درخشید. یک دقیقه کامل تا پایان وقت اساسی است. یک پهلوی دیگر برای خلیفایف کار را در اینجا تمام خواهد کرد و خلیفایف تیلای اول را برای تیم ملی گوشتینگیران گوشتین ملی گوشتینگیری رقم خواهد زد. این هم فرار و گریز از حمله حریف. خلیفایف که در مشغولیت های تعلیمی دست جمعی یا همون اجرای اصول و یک پهلوی دیگر، این حلال کامل از شور و شوق مخلصا را ببینه دوستان، و این هم همون هیجانه که در محلی برگزاری مسابقات واقعا مخلصان را به شور آورد. خلیفایف مولا رجب اوج اصول های صنعت کشتی ملی تاجیکان را به اجرا در آورد و واقعا هزار مخلص گوشتین ملی را ببیند چگونه شد کرد. او گرجستانی را از صدی را برداشت در فینال که واقعا ماهرانه بود امروز. گرجستانی حریفان ممتاز را از صدی را برداشته بود ولی در فینال عاجز ماند. از این چهره خلیفایف مولا رجب، پهلوان ناماشنای تاجیک که با گوشتین ملی زمان پیوست که مدالی نقره گراند سلام رو در کارنامه داشت و واقعا ماهرانه یک شاهکاری کرد. یک بار دیگر ببینیم چگونه یک پایزنی در همون لحظه های اول این بدن بود. بار دیگر میبینیم از زاویه های دیگر که کارگردان ما این تصاویر رو منظور میکند. بعدن حالو که معمولی بیرونی که ما میگفتیم حلال است ولی داور گفت این پهلو هست، یک بار دیگر میبینیم این پهلوی اول امتیازی پهلو برادری امتیازهای حلال و با این ترتیب حریف رو بسیار چرخیشی کامل دادن. این اوج اصول های گوشتین ملی ما است، حلال. با همین ترتیب تیلای اول در دسته وزن 65 کیلو در تاجیکستان خواهد ماند. خلیفایف مولا رجب برنده نشان تیلای چهارمین مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه شد. دوستان عزیز فینال دویم رو تماشا خواهیم کرد. در دسته وزنی 71 کیلوگرم این تیلا هم در تاجیکستان خواهد ماند دوستان عزیز، چون دو پهلوان رقابت میکنند که هر دو هم از تاجیکستان هستند. با لباس های سفید یا همون یک تک سفید کریمزاد نوروز هست. این هم پهلوان ناماشنای تاجیکستان هست که امروز واقعا
ماهرانه هنر نمایی کرده بود. در مرحله های گذشته رقابت ها دیدیم که چگونه در برابر حریفان بسانی محیدین اسدالله ورزشگری ماهر گذشت و تا به مرحله نیمه نهایی رسید. در مرحله نیمه نهایی هم خوب هنر نمایی کرد و به همین ترتیب به فینال رسید و در فینال در برابر عبداللهف عارف است. عارف هم امروز خوب هنر نمایی کرد. عبدالله عارف ورزشگر تاجیکستانی که امروز حریفان از افغانستان از اوزبکستان را از صدی راه برداشته بود که تا به اینجا برسد. یک حلوک معمولی داخلی را استفاده کرد. حلوک بین که نتیجه نبخشید و از پیش اکنون استفاده همون اصول های معمولی سراپا را میکند. کریمزاد و یک پایزنه دیگر اما در حال اجرای اصول بیننده ها را منظور کردن این چندان منطقی نخواهد بود. پس از این رقابت دوستان عزیز مراسم تقدیمی جایزه ها را خواهیم دید، جایی که به غالبان تحفه های مالی تقدیم می شود، تحفه های پولی کلان. برنده جای اول صاحب 10,000 دلار آمریکایی خواهد شد. دوستان عزیز جایزه این مسابقات در مجموع 120,000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. این مراتبه اول است دوستان عزیز در مسابقات بین المللی چنین امتیازات و همین توجه ویژه هست. انا همین شیوه تشویقات است دوستان عزیز که برای در سطح بین الملل باز هم نفوذ تازه کسب کردن گوشتین ملی ما مساعدت میکند. و امروز ما که از یک مربی از یک نماینده اگر اشتباه نکنم از بلاروس بود وقتی مصاحبه میگرفتیم گفت که واقعا امروز شیوه هایی که این قبیل از عرف و عنعنه های قدیمی رو معرفی میکنند به همین ترتیب اگر تشویق شوند، به همین ترتیب اگر ترغیب شوند، یعنی بسیار خوب و مویل خواهد بود. و یک پهلو است بعدن داور مرکز از ازبکستان است دوستان عزیز سیراج الدین چاریوف میگوید که بعدن هست داور درجه بین المللی از ازبکستان. و با یک بدن به پیش می افتد، به پیش می براید. عبدالله عارف ورزشگر تازه به مرحله واقعا قدرتش رسیده و اصول پایزنی به این ترتیب و تا کجا این حلال هست. داور فورا حلال گفت اما دیگران چی نظر دارند؟ واقعا امروز خیلی جهد و تلاش کرد کریمزاده، هرچی بادا بادا گفت زوری بازوی خود را به اجرا در آورد، همچنین قدرت و توانمندی پایهایش را در حالی که به حریف نزدیک می شوند. و عبدالله عارف می گوید که یک مرتبه ببینیم نوارهای آهسته کرده شده را و بعدا قضاوت کنیم آیا در حقیقت آنچنان که داور می پندارد هست. اما به نظر می رسد که پهلو باشد، ولی خیلی کوشش کرد، قریب حد اقل نزدیک رو برای همون رسیدن به یک امتیازی کامل حلال آورده بود، اما این حلال نبوده است. دوستان عزیز داوران هم قضاوت کردند و برداشت و زدن اکنون و یک بار دیگر هم ببینید چگونه همون مسافه که نزدیک می شود قدرت ها دیگر یک پای دیگر همون نکات ضعفشون آشکار می شود و مسافه نزدیک واقعا کار را تمام خواهد کرد. به این ترتیب برآمدن از مربع باعث یک آگاهی گرفتن کریمزاد نوروز خواهد شد. عبدالله عارف اکنون کوشش میکند سمت چپ از پس گیریبان حریف از قسمت پشت گردن چنگ بزند، فقط وارد باید شود، ولی در حالی که
از کمربند میگیرد، این هم احساس خطر میکند و اجرای اصول از سوی کریمزاد نوروز. کریمزاد نوروز هم در صحنه رقابت های جهانی بارها اشتراک کرده است. این هم دومین آگاهی با او، این آگاهی اول. نظر می رسید که یک آگاهی داشته بود قبلا، اما این آگاهی اول بود است. این باکه نیست برای رسیدن به پیروزی کریمزاد نوروز. و همچنین احساس می شود که کریمزاد نوروز در مشق‌های تمرینی قبل از مسابقات خیلی زحمت کشیده است، مهنت کرده است تا به فینال برسد. این هم یک کار شایسته است در رقابت بین المللی که امروز واقعا ورزشگران با استعداد در وزن 71 کیلوگرم گوشتین ملی ما هم بودند. پرتاب سر شانه به این ترتیب چیزی نیست میگوید داور، خیلی ماهرانه بود. کریمزاد نوروز در اوجی شاید قدرتش باشد. در حالی که موقعیت قپیدن بسیار خوب هست برای عبدالله عارف، ۵۸ ثانیه تا پایان وقت اساسی، عبدالله عارف نمیتواند آن اصول های مد نظرش را در برابر این چهره به اجرا درآورد. و یک پایزنی دیگر چی است؟ داور هیچ اشاره نمی کند، اشاره برای رسیدن به یکان امتیاز. 47 ثانیه تا پایان وقت اساسی، جست و خیز عبدالله عارف را هم میبینیم چگونه میجهد میقپد، اصول اجرا میکند اما موفق نمیشود، چون کریمزاد نوروز هم خیلی آماده هست به این رقابت ها. از مربع خارج شدن او باعث گرفتن یک آگاهی دیگر و این تنبه هست، یک تنبه دیگر در ثانیه های پایانی کار را تمام خواهد کرد. ولی کریمزاد احساس میکند ثانیه های پایانی هستند، فورا برای برتر وانمود کردن خودش جهد و تلاش میکند، برای قدرت خود را. ولی اجرای اصول چی است این؟ و پهلو میگوید داور، داور پهلو میگوید. در صورت پهلوها مساوی شدن احتمال دارد که وقتی اضافی را ببینیم. دوستان عزیز، یک رقابت خیلی مرکب، اما پهلو نبوده است دوستان عزیز، پهلو نبوده است، بدن بوده است، دو بدن. ثانیه های پایانی وقتی اساسی، کریمزاد نوروز برای رسیدن به یک طلای با افتخار و با ارزش در کارنامهش نزدیک است. 4 ثانیه دیگر میتواند بگریزد، فقط بقپد، دفاع کند، وقت هم تمام شود. به همین ترتیب کریمزاد نوروز در یک رقابت مشکل گذر و نفسگیر توانست در برابر یک نیروی جوان عبدالله عارف به پیروزی برسد و سزاوار مدال طلا شود. دوستان عزیز، عبدالله عارف که تا اینجا رسید بر برنده نشان نقره می شود. خیلی رقابت های دیدنی بودند واقعا، به ویژه بخش فینالی رقابت ها. کریمزاد نوروز که امروز تالهش بلندی کرد، بخت برایش خندید، به تعبیر در فینال درخشندگی نشان داد، بختی ورزشیش بلندی کرد. ببینید در همون لحظه اول با یک چنگ زدن با قسمت ساق پا و داخل پای حریف، قسمت پشت ساق پا، ولی کریمزاد هرچی بودا بودا گفت، فقط حمله کرد به این ترتیب و تعادل حریف را در پایهایش برهم زد و این باعث به آن گردید که یک امتیاز کاملی خوب دیگر به دست بیارد. همان امتیاز پهلو را تا لحظه پایانی
دفاع کرد و یک مرتبه دیگر هم امتیاز بعدن برای عبدالله عارف رقم خورد، ولی این دیگر باعث گویم تغییر دادن نتیجه کلی نشد. خیلی بد هستم، برای همین نه، من هورو غیزو خورده نمیتوانم. بله، همه شما طوری است که من بزرشته بودم. اوف، من میخورم، اما غیزو برایم خوشمزه نیست. من سیمو مینمویم، اما مزهش رو حس نمی کنم. اما الهول نه. وقتی که دل تنگ میشوی، فانتا با تو خوشحالی میبخشد. بخاطر بازی، تناول تعامی سبک نموید. در این نوروز چی نوگانی است؟ این لباس رو برای وخوری با والدینم میپوشم. باز یک نوگانی است. این نقل حکایه های قدیمه بابام. باز یک نوگانی است. طعم نوروز در یک جایگی معجزه‌وار است. با هدایت داور مرکز دلشاد که از ولایت سوخ هست با داوری خواهم پرداخت و اینها وزنی 78 کیلوگرم را داوری خواهند کرد. تیلوی وزن 78 کیلوگرم بیرون از تاجیکستان خواهد رفت. ما ورزشگری ازبکستان را واقعا میدانیم. ورزشگری ازبکستان که چیگونه ماهرانه هنرنمایی کرده بود. تاشیف. اسلامبک تاجیف. یک اجرای اصول معمولی چی است؟ اسلامبک تاجیف یک پهلو میگیرد. در مورد اسلامبک تاجیف این چهره که با یک تک سبز است همین رو میگویم که سال 2019 در مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با جودو در ولایت سوخت اشتراک کرده بود و در آنجا برنده نشانی طلا شده بود. یعنی یکی از ورزشگرانی با استعداد هست. محمدی برین منلو ورزشگر ایرانی از جمهوری اسلامی ایران که در مرحله مقدماتی هم خیلی خوش درخشیده بود تا به اینجا رسید و حریفان از تاجیکستان از امارات متحده عرب رو از صدی رو برداشته بود تا به مرحله نهایی برسد. برای منلو محمدی ولی در این رقابت تا اینجا بازنده هست. تاجیف که امروز بسیار یک ورزشگری پرتابکار بود، یعنی همون اصول های پرتابی را بسیار خوب اجرا میکرد. در فینال هم یک مراتبه کرد این کار را. ببینیم این مراتبه چی خواهد شد. یک بار دیگر هم واقعا با سریعت یا همون سرعت بلند اجرای اصول میکند و در صورت پیروزی باز یک نشانی تیلا یک مدالی درخشان دیگری را از تاجیکستان به دست خواهد آورد. و بالاخره موفق می شود یک اصول اجرو اصولی پرتابی خوب را اجرا کند. سراپا هست باین اصولی باین را بسیار ماهرانه تا اینجا برتر هست ورزشگر ازبکستان.
فرصت خوبی قپیدن و لزید حمله توجیف هم ماهرانه بود که از یک حمله واقعا خطرناک رها شود. تو اینجا دو تیلا حلقه به ورزشگران توجیک نصیب شده دوستانی عزیز. در پنج وزنی رقابت ها پهلوانان توجیک دو تیلا به دست آوردند و اکنون این در دسته وزنی 78 کیلو حلقه برای سیومین مدال تیلا مبارزه میبرند و ورزشگر ایران این چهره برین مالو محمدی در برابر تاجیف اسلامبک ازبکستانی هست. اکنون اجرای اصول به سمت مقابل ولی تاجیف ماهرانه زیدی حمله میکند. خیلی عالی ببینید چگونه هواداران تاجیف در تاجیکستان زیاد هستند و را تشویق میکنند. تاجیف دو تیلا اکنون به دست میارد. از سال 2019 هم این اولین تیلای تاجیف در مسابقات بین المللی تاجیکستان خواهد بود. ماهرانه و استاکارانه در زیدی حمله. بله، اسلامبک تاجیف ورزشگر جوانی ازبکستانی. بله، این تاجیف در رقابت های داخل کشوری در ازبکستان هماوردان خوبتر دارد دوستان عزیز. از این رو در فصل های جدای جهانی چندان او را مشاهده نمیکنه. ببینید این مراتبه با یک چنگ زدن با وسیله پای با قسمتی داخل پای حریف چگونه یک حلوکی معمولی با این رو اجرا کرد و بعدا زیدی حمله با این ترتیب کرد. اینجا به نظر می رسید که محمدی یک اجرای اصول کند ولی تعادل حریف رو خوب پیخس کرد و برای برهم زدن اون بسیار کوشش کرد و توجیف اسلامبک اکنون برنده مدال طلای وزن 78 کیلو شد، نماینده ازبکستان. دوستان عزیز، اکنون رسمی تقدیم جایزه ها از جایی که غالبان و خوشطالعان وزن تا 65 کیلو مدال و افتخارنامه و تحفه های پولی خود را از دستان سعیدزاده فردوس همراه معاون رئیس شهر دوشنبه دسترس خواهد کرد. در دسته وزن 65 کیلو دوستان عزیز یادآور میشم که بهرام صوفیف این چهره از تاجیکستان که مدال برنجی را به گردن آورد و همچنین کوگانوف خورسند قول دو ورزشگر ماهر تاجیکستانی در دسته وزن تا 65 کیلو مدال برنجی گرفتند، با آنها $3,000 آمریکایی تقدیم می شود. این واقعا یک خوشطالعی و شانسی خوبه برای این ورزشگران بود. و در فینال دوستان عزیز، نیکو چیکاییدزه که شکست خورد، این پهلوانی گرجستانی صاحبی $7,000 آمریکایی می شود. و این هم مولا رجب خلیفایف، چهره ای که مدال طلای اول رو برای ورزشگران تاجیکستان برمغان آورد و او اکنون مدال طلای چهارمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی رو به گردن می آویزد و به او $10,000 آمریکایی تقدیم می شود. این تحفه های واقعا شایسته برای ورزشگرانه که در این مسابقات بین المللی اشتراک میکنند. مراتبه اول است که در تاریخ مسابقه های بین المللی تاجیکستان چنین اقدامات شایسته صورت میگیرد، آن هم از سوی رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی صورت میگیرد و شهر دوشنبه ورزشی
امروز دوستان عزیز در برابر آنه که سنت های نیاگان را این عرف و عنعنه های ملی تاجیکان را امروز به جهانیان معرفی میکند، صدها مسابقات بین المللی دیگر را هم میزبانی خواهد کرد و کرده بود خواهد کرد که این را ما بارها دیده ایم. اینا هم دوستان عزیز خوشتالعان دسته وزنی تا 65 کیلو که میانی آنها خلیفه مولا رجب با بنمایش گذاشتن صنعتی والای کشتی، واقعا آن گفته سعدی که 360 بند فاخر بدانستی را خلیفه مولا رجب در اینجا با اجرا در آورد و برنده نشان طلا شد. واقعا شور و شوق هزاران مخلص گوشتین ملی را در محل برگزاری مسابقات قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی شهر دوشنبه برانگیخت و همچنین مدال اول طلا را به دست آورد. دوستان عزیز این شور و هیجان و این احساساتی که از نزدیک میبینند بیننده ها و مخلصان، این یک واقعا لحظه واقعا تصویر نشده است. برای این حس رو درک کردن، برای این هیجان رو دیدن، باید از نزدیک این مسابقات با نفوذ بین المللی رو ببینید و به ویژه جایی که در سرزمین خش خود پهلوان تاجیکستانی دست بالا می شود و با افتخار و سرود ملی تنین انداز می شود، پرچم ملی کشورمون برافراخته می شود و مقدسات را می بینیم پیش چشم هزاران مخلص، پیش چشم هزاران مهمانی که به تاجیکستان آمدند. واقعا و امروز واقعا شایسته تحسین و آفرین است به دست اندرکاران مسابقات، با مسئولین فدراسیای ملی گوشتینگیری تاجیکستان، همچنین با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، با ویژه شهردار محترم شهر دوشنبه رستم امام‌علی که امروز واقعا لطف و مهربانی کردند این مسابقات، این عنعنات قدیمه تاجیکان گوشتینگیری را به سطح بین المللی برآوردند و امروز در برابر آن که با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نوروزی ما موقع بین المللی گرفت، امروز با هدایت رستم امام علی و همچنین پیشوای معظم ملت گوشتین ملی هم موقع بین المللی گرفت که واقعا این دو ارزش های واقعا مهمی تاریخی، این دو سنت های واقعا نیاگان ما امروز موقع بین المللی گرفتند که واقعا خدمت های تاریخانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در اینجا به سابقه هستند و بارها هم گفتیم و میگویم که انا همین شیوه تشویقات هست، همین شیوه گویم با مرضی تماشا گذاشتن است که
سال تا سال جهانیان به تاجیکستان بیشتر میآیند و عرف و عنعنات ما تشویق میشه. به همین ترتیب دوستان عزیز با رسمی تقدیم جایزه سپاری و دسته وزن 71 کیلوگرم توجه میکنیم. سرخانوف محمد رحیم برنده مدال برنجی، همچنین محیدین اسدالله‌ایف او نیز برنده مدال برنجی شد. آنها مدال های خود و تحفه های خود را از دستان دلشاد نظروف قهرمان بازی های المپی ریو 2016 به دست آوردند. برنده مدال نقرین هم عبدالله عارف است، یک تن از جوانان تازه به دوران رسیده، آن که تا اینجا واقعا در برابر با استعداد و با تجربه رقابت کرد و به فینال رسید و اکنون یک نقطه جالب این که نکات جالب کلی مدال های دسته وزنی 71 کیلو به ورزشکاران تاجیکستانی نصیب شدند. نوروز کریمزاد برنده مدال طلا و موقع اول صاحب $10,000 آمریکایی شد و همچنین یک تحفه ویژه هم از سوی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دریافت کرد و اکنون با افتخار پیروزی او سرود ملی جمهوری تاجیکستان هم تنین انداز خواهد شد. هر دو هم از تاجیکستان هستند. رحمت الله بک فرهادوف مدال برنجی اول رو اکنون به گردن آویخت و حیدری سعید اکبرزاده دو پهلوان تاجیکستانی که در مرحله نیمه نهایی از این دو حریف دیگر که شکست خوردن برنده مدال برنجی شدند و مدال برنجی که برایشون در اینجا با ارزش بود، برنده 3000 سومانی از سوی دستان در کران مسابقات شدند. از سوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با پیکار بواسطه رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امام‌علی تحفه های واقعا با ارزش به ورزشگران در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی تحفه با ارزش است. ورزشگر از جمهوری اسلامی ایران
آن هم باریمانلو محمدی برنده مدال نقره شد و این هم اسلامبک روزیف برنده مدال طلا شد و او صاحب 10000 دلار آمریکایی شد. رحمانزاده عبدالله رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با غالبان مدال و افتخارنامه و تحفه هایشان را تقدیم کرد. با همین ترتیب سرود ملی کشور ازبکستان با افتخار پیروزی اسلامبک تاجیف صدا خواهد داد. این پهلوان ناموری وزن تا 78 کیلو صدا می دهد. And now sounds the national anthem of the Uzbekistan. ترتیب دوستان عزیز، این ورزشگران خوششانس، این جوانان با استعداد که امروز در دسته وزن 86 کیلو هنرنمایی کردند، با به دست آوردن مدال ها و همچنین تحفه های خاطروی، برنده مدال برنجی 3000 دلار آمریکایی، مدال نقره 7000 دلار آمریکایی و مدال طلا یا چمپیون 10000 دلار آمریکایی. و این تشویقات باعث به آن خواهد شد دوستان عزیز که در رقابت های بعدی دیگر ورزشگران از کشورهای گوناگون حتی بدون دعوت هم در صورت اعلان را دیدن به تاجیکستان تشریف بیارند و نه یک یا دو ورزشگر، بلکه 3-4 ورزشگر، 5 ورزشگر در همه وزن رقابت ها ورزشگران از خارج کشور احتمال دارد که در رقابت های آینده به تاجیکستان تشریف بیارند، چون علاقه آنها با عرف و عادت با یکی از رسمیات بسیار قدیمه، یک رسمی خوبی تاجیکی به تعبیر دوست آید
گرم در آغوش گیرو بسیار خوب با یک آمدن به تاجیکستان احساس کنند مهمان ها و به فینال رقابت های وزن سنگین وزن ها می رویم. اینک دوستان یک فینال دیگر، یک فینال در رقابت های بین المللی گوشتینگیری در سال 2023 در آستانه جشن نوروز بین المللی. این قوی بازو مسعود که از سمت چپ معرفی شد از ایران و از ازبکستان، عمر بازاروف، این چهره که یک تک سبز دارد، در فینال رقابت های وزن 86 کیلو هستند، جایی که ورزشگر غالب این مسابقات یا چمپیون این مسابقات مشخص خواهد شد. در همان لحظه اول چنگ بسیار موافق از سوی قوی بازو با همان بازوی دستی با بازوی راست کمربند حریف را محکم میگیرد، اما ازبکستانی ها میدانند چگونه به این زیدی حمله کنند. با سمت چپ آیا اجرای اصول میکند بازاروف عمر، اما نتوانست، از یک موقعیت بسیار خوب رها شد ورزشگر ازبکستان. ورزشگر ایران در موقعیت خوب برداشت و زدن به موقعیت، یک بدن امتیاز دارد، این یک امتیازی خورترین یا حداقل امتیازها این بدن هست در گوشتین ملی ما، گوشتین گیری، و این امتیاز به قوی بازو مسعود داده شد. اما این آغاز کار هست، باید تا آخرین نفس مبارزه برد و بعد از آن خلاصه نهایی را برآورد. باز موقعیت با هر دو دست مایل قپیدن از کمربند حریف را دارد عمر، اما زیدی حمله با این ترتیب چرخش دادن هم اتفاق نمی افتد و بار دیگر از بخش سراپا رقابت را شروع خواهند کرد. استاده در بخش قامت راستا از کمربند به دستی چپ قپیدن عمر و این هم برداشت و زدن ورزشگر ایرانی حلال است. بله، یک تیلای دیگر به ایران می رود. ورزشگر ایرانی هم اکنون با درخشندگی در فینال در برابر عمر بازاروف عجب کاری با استعداد کرد. خیلی شایسته. ببینید چیگونه هرچی بادو بادو گفت ورزشگر ایران در مرحله نهایی رقابت های چهارمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه برنده نشان طلا شد، مدال طلا را به گردن خواهد آویخت. عجب استعداد از خود به نمایش گذاشت. از زاویه های گوناگون در نوارهای آهسته ببینیم چگونه این اتفاق افتاد. خیلی ماهرانه قوی بازو مسعود در رقابت های گذشته هم اشتراک کرده بود، در جودو هم اشتراک کرده است در تاجیکستان. ببینید چگونه این مراتبه اول بود که مسافه بسیار نزدیک شد، اجرای اصول ماهرانه صورت گرفت. این بدن اول بود، عمر بازاروف از این نگران نشد، ولی دوباره مسافه را نزدیک کرد و مسافه نزدیک احساس خطر میکرد. بازاروف از این نگران نشد، ولی دوباره اجرای اصول بسیار ماهرانه بود از سوی قوی بازو، و قوی بازو اثبات کرد که نه تنها بازوی قوی دارد، بلکه پایهایش هم قدرت و استعداد خوبه دارند برای کنترل و برهم زدن تعادل حریف. اینک دوستان عزیز، ورزشگران خوشتاله و با استعداد وزن 86 کیلوگرم با زینه افتخاری میبرایند دو ورزشگر تاجیکستانی، همراز رجبوف و همچنین سعید مختار رسولوف، برندگان مدال برنجی شدند.
медали нуқра ба гардани Умар Бозоров овехта мешавад. Варзишгари Узбекистоне ки дар финал чандон толеаш баланди накард. Вале варзишгари Ирон ин Масуд Қави Бозу буд ки дар финал моҳирона ҳарифро зарбаи фанӣ кард. Яъне дар расидан ба нишони тило ва унвони қаҳрамонӣ дар ин мусобиқот бо ҳамон фанду тарфандҳои ҷаззоби гӯштини миллӣ, бандҳои фохири гӯштини миллӣ ҳарифро ғофилгир кард. Бисёр усулҳои хуберо ба иҷро даровард ва ба ҳамин тартиб барандаи медали тило шуд, ки акнун ба ифтихораш суруди миллии кишвараш низ садо хоҳад дод. حالا سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با شرافت غلبه مسعود تنین انداز می‌گردد. And now sounds the national anthem of the Islamic Republic of Iran for our champion. ترتیب دوستان عزیز یک بار دیگر یادآور میشویم که در بالای جایگاه افتخاری دو نماینده تاجیکستان رجبوف همروز و سید مختار رسولوف با صفت برندگان مدال برنجی استادن مدال نقره را باشد عمر بازاروف از جمهوری ازبکستان به دست آورد و همچنین مسعود قوی بازو از جمهوری اسلامی ایران برنده نشان طلا شد و تا پایان این مسابقات با نفوذ و دیدنی دوستان عزیز یک رقابت دیگر باقی مانده است. یک رقابت دیگر را تماشا خواهیم کرد. آن هم فینال وزن سنگین وزن ها از دوستان عزیز و پس از چند لحظه دو ورزشگر با استعداد یکی از ازبکستان و دیگر از گرجستان در فینال با هم قرار میگیرند دوستان عزیز. یک فینال جذاب و دیدنی ما و شما را انتظار است. اینک هواداران و علاقه‌مندان گوشتین ملی گوشتینگیری فینالی در انتظار فینالی که گفتم دیدنی خواهد شد فرا رسید پهلوان ازبکستان با لباس‌های سفید است محمد کریم خرموف و ورزشگر گرجستانی این چهره گوینیاشویلی پاتا ورزشگر گرجستانی اگرچه نسبتاً وزن سبکتر دارد در برابر با دیگر هم‌آوردان یا حریفانش
اما از لحاظ قدرت و توانمندی در بخش پرتابی اصولهای جذاب هیچ کمی ندارد نسبت به حریفان. و ببینیم آیا ازبکستان یک تیلای دیگر میگیرد و تیلاهایش برابر میشود بر تاجیکستان و یا گرجستان تیلای یگانه خود را از این رقابت ها به دست خواهد آورد. گرجستان هم دو شانس داشت برای به دست آوردن تیلا. اما در میان سبک وزن ها خلیفایف مولا رجب در دسته وزن 65 کیلو گرجستانی را در فینال واقعا ماهرانه شکست داد. اوستاکارانه اصول های پرتابی را به اجرا رسانید و موفق شد. اما این گرجستانی که در رقابت های امروزه امید تیلای سنگین وزن های تاجیکستان خورشید مجیدوف را مغلوب کرد در فینال هست در برابر محمد کریم خرم ایستاده است. یک آگاهی میگیرد ورزشگر گرجستان، اما به نظر میرسد که حرکات تاکتیکی خوبی را به کار میبرد ورزشگر گرجستان و حریفان سنگین وزن را خسته کرده، آنها را تا جای همون قدرت و تواناییشون در پای که کمتر میماند به آنها حمله میکند. شاید به همین شیوه کار بگیرد. اما خورموف هم ورزشگری جوان و نیرومند هست، یک نیروی جوانی در هسته او هست. ببینید چگونه از لحاظ فیزیکی ماهرانه عمل میکند، یک بدن میگیرد. محمد کریم خورموف یک بدن میگیرد و این هم حد یقل امتیاز ها است. یکونیم دقیقه مبارزه بردند و یکونیم دقیقه وقتی معمولی تا اینجا با یک بدن تمام شده، ولی سیونیم دقیقه دیگر تا پایان وقتی معمولی فرصت هست. مخلصان هم سالن برگزاری مسابقات را ترک نگفتند، تماشا دارند از نزدیک، شروع شوق می‌بردارند، چون گوشتین ملی یگانه ورزشی که واقعا در آستانه جشن نوروز بین المللی هزاران مخلص را دور هم جمع می‌آورد. یک جشن طبیعت، یک جشن با هم آمدن ها، یک جشن واقعا با حس و احساسات بلند انسانی، یک جشن واقعا سراپا از محبت و صداقت، یک جشن که بوی زندگی به ما شام میرسد، یک جشن تازه شدن نفس ها، یک جشن که واقعا از قهر نیاگان سرچشمه میگیرد و امروز بین المللی شده است. و این سنت های آن هستند که با توفیل شخصیت های واقعا سرسپرده این وطن و این ملت این مقام بین المللی را گرفتند و امروز هزاران بیننده از خارج کشور می آیند، اشتراکچیان، صدها پهلوان از خارج کشور می آیند تا اشتراک کنند در این مسابقات، به تاجیکستان تشریف می آورند. و اما اونطور که گفتیم واقعا شیوه تشویق و ترغیب همین انعنات قدیمی تاجیکان رو امروز شهرداری محترم شهر دوشنبه واقعا سری وقتی پیخس کرده و سری وقتی آنها رو پیگیری میکند. امروز ببینید که هر مسئولی که گذاشته شده در این فدراسیون های مهم، آنها جهد میکنند، تلاش میکنند تا مقام و مرتبه گوشتین باز هم نفوذی بیشتر کسب کند. یعنی این هم قدم های نخستین هستند که فدراسیون ما که بین المللی شد، گوشتین ملی یعنی گوشتین گیری، و باز کارهای زیاده در پیش دارند تا خوبتر و چونین یک مسابقات سطح بین المللی رو در کشورهای دیگر هم برگزار کنند. و این قدم به قدم، زینه به زینه، مرحله به مرحله وسعت پیدا خواهد کرد، توسعه خواهد یافت. رقابت ورزشگران ازبکستان و گرجستان تا اینجای کار با برتری ورزشگر ازبکستان هست، با یک بدنی که داشت در همان لحظه که مشاهده کرده بودیم آغاز رقابت بود. از لحاظ
توانایی یا همون فنون معمولی ورزشگری ازبکستان در لحظه های اول قدرت خود را به نمایش گذاشت. از لحاظ فیزیکی یا طبیعی واقعا مهارت خوبتر به نمایش گذاشت، ولی ورزشگری گرجستان هم بد نبود، بد نیست تا اینجای کار و هم ولی همون اصول هایی که در برابر خورشید مجیدوف اجرا کرده بود نمیتواند در برابر این خورم هم بیکند، چون احساس میکند که قدرت خورموف دیگرگونه است، یعنی حرکات معمولیش خوبتر است. وقت تمام شود، به همین ترتیب ازبکستان به دومین نشانی تیلو میرسد و از لحاظ دستوی به زینه دویم خواهد برآمد، چون تاجیکستان دو نشان تیلو دارد دوستان عزیز و از نگاهی به دست آوردن مدال های نقره تاجیکستان در زینه اول می ایستد. در مسابقات بین المللی در چهارمین مرحله از مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه آید به گوشتین ملی گوشتینگیری دوستان عزیز، تاجیکستان هم در زینه اول می ایستد و ازبکستان با دو نشان تیلو که یکی به نام محمد کریم خرموف، این چهره که در میان سنگین وزن ها به دست آورد، و دیگر در دسته وزن 71 کیلو که معذرت در دسته وزن 78 کیلو که به نام اسلانبک توجیف در دسته وزن 78 کیلو نوشته شد، ازبکستان زینه دویم را می گیرد و گرجستان نه معذرت جمهوری اسلامی ایران با زینه سیوم می براید با یک تیلو یک نقره، و گرجستان با یک نقره که بعد از آورد زینه چهارم رو اشغال میکند. چهار کشورهایی که در این رقابت ها مدال های تیلو نقره بعد از آوردن و در لیست یا همون جدول مدالیست ها تاجیکستان در زینه اول هست. بولتایف از جمهوری ازبکستان، همچنین شهباز وارانلو از جمهوری اسلامی ایران شد. آنها مدال برنجی را به گردن خواهند آویخت و همچنین سزاوار $3,000 آمریکایی خواهند شد. و ورزشگری گرجستان که در فینال شکست خورد از یک ورزشگری ازبکستانی دیگر، او برنده مدال نقره می شود. گوینیاشویلی پاتا، این چهره برنده مدال نقره و سزاوار $7,000 آمریکایی شد. و برنده نشان تیلو و همچنین سزاوار $10,000 آمریکایی، این هم محمد کریم خرموف می شود، ورزشگری ازبکستانی که خیلی خوش درخشید. و یادآور میشم دوستان عزیز یک بار دیگر که ازبکستان با دو نشان تیلو در زینه دویم ایستد بعد از تاجیکستان. تاجیکستان دو تیلو یک نقره و 8 نشان برنجی به دست آورد که این هم البته شایسته افتخار است. و حالا سرود ملی ازبکستان به افتخار پیروزی محمد کریم خرموف.
دوستان عزیز، یک بار دیگر یادآور میشم که جمهوری تاجیکستان با هنرنمای پهلوانان شایسته موقع اول را در چهارمین مسابقه بین المللی برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه به دست آورد. تاجیکستان 2 طلا 1 نقره و 8 برنجی گرفت، ازبکستان 2 طلا 1 نقره و 1 برنجی گرفت، جمهوری اسلامی ایران با 1 طلا و 1 برنجی در زینه سیوم استاد و گرجستان با 2 نقره در زینه چهارم. و در اینجا دوستان عزیز، بنده کریم خان بگماتوف با اتفاقی جمع همکارانم از بخش تکنیکی نوروزی همه شما را مبارک باد میگویم و با یک شعر بسیار ستودنی فروخی سیستانی نوروزی شما را مبارک باد میگویم و به شما خیر و خوش خواهم کرد. بدین شایستگی جشن، بدین بایستگی روز ملک را در جهان هر روز جشن باد و نوروزه. نوروزتان مبارک، شب و روزتان خوش.